یه موقع هست مثلا فرض کنیم مثلا فیلم گبه ساخته شده و به من پیشنهاد داده شد یه موقع هست که در حین ساختنه و اونم خیلی جذابه یعنی من میرم سر لوکیشن هم. مثلا فیلم ملکه رو من رفتم آبادان اونجا اون سحنه رو تو آبادان مثلا دیدم یه هفته در آبادان زندگی کردم شرایط برام جالب بود که توش باشم باهاشم در آخر هی کلنجار میرفتیم این کلنجار معمولاً بوده تو بیشتر فیلم ها به خاطر که یه مقداری باید هی توضیح بدی یا مثلا هم بالاخره مسئله موسیقی از چیزهایی نیست که خیلی روش از قبل فکر شده باشه یا آشنایی باشه بهاش اینه که تو این مسیر آدم یه مقدار بعضی بقا پیش میاد کلنجار رو ولی واقعا تو پرانتزم بگم که من از سینما ایران خیلی چیز یاد گرفتم یعنی یه بخشی از شیرینی زندگی و کاریم رو در سینمای ایران میبینم و کارهایی که کردم به هر صورت یا سیناریو قبلا نوشته میشه یا در حال نوشتنه یا فیلم گرفته میشه و ساخته میشه و شما رو اینا کار میکنی هر شکلی که به من پیشنهاد میشه من خودم رو تطبیق میدم بسیار از شکلی که اگر قرار روشه برای من یه زمان کوتاه تعیین کنند فرار میکنم و معمولا قبول نمی کنم چون که یکی از چیزهای خیلی برای من با ارزش اینه که با اون فیلم باید زندگی کنم من شده موسیقی فیلمی بسازم که از موضوع خود فیلم مریض شم مثلا افسرده بشم یا مثلا یعنی میری توی اینجوری نیست که مثلا بشری پای ساز تو یا مثلا چهار تا نوت برنیست. یعنی باید بری تو خود همون حسی که تو اون فیلم هست و خیلی موقع دوستان و کارگردان با ارتباطی که داشتیم خیلی خوب کمک کردن بعضی هم نه هیچ کمکی نکردن و من سعی میکردم فاصله بگیرم ازشون و فیلم اون دوست رو اونجور که خودم میخوام بفهمم البته هیچ وقت فاصله نگرفتم از نظری که فیلم دور بشم ولی فکر میکردم که وقتی که کارگردانی میخواد اینو به من توضیح بده که از موسیقی تصوری نداره منو از تصورم نسبت به فیلم خودش دور میکنه و من وقتی فاصله میگفتم چیزایی در فیلم کشف کردم که بعد منظورتون راجش بحث کنم کدام نه ببین تو اینجا منظورت اینه خب این خیلی حرف عجیبی کار که خودش فیلم ساخته ولی از ساختاری که به وجود اومده میگفتم تو مگه به تماشاچی احترام نمیذاری من الان تماشاچی یه فیلم فیلمت داره اینه به من بگه تو حالا تو یه چیز دیگه میخوای ولی این چیزی که ساخته اینه میگه این و این کلنجارات تو خیلی جذاب و شیرینه به شرطی که با خواست دو طرف هماهنگ بشه